بحث برنامه سوم و برنامه امروز ما در مورد نتایج رفتارها و نگرشهای ضد اسرائیلی هست. موضوع اسرائیل یک موضوع کاملا جداست از مسئله امریکا، چون اسرائیل کشوری است در منطقه و جمهوری اسلامی از ابتدای شکلگیریش هدفش رو مدام اعلام کرده که نابودی اسرائیل هست. اسرائیل رو آقای خمینی میگفت که باید تمام جمعیت رو به آب ریخت و باید این کشور رو نابود کرد. آقای خامنه ای هم همین دیدگاه رو داشته و اخیراً هم ایشون اعلام کرده، در واقع پیشگویی کرده و نوید داده که تا 25 سال آینده چیزی از دولت اسرائیل باقی نخواهد ماند و همه تلاش هاشون رو هم دارن انجام میدن. اینطور نیست که اینها فقط به حرف زدن اکتفا کنن، برخلاف ادعی که حالا چه در ایران چه کسانی که به دنبال خوشنودسازی جمهوری اسلامی هستند معمولا توجیه میکنن اینها رو، میگن که نه، جمهوری اسلامی فقط حرفه، خطاب خانی است، مصرف داخلی داره، ولی نه، واقعا اینها دارن این رو عمل میکنن. امروز حزب الله لبنان دارای ده‌ها هزار موشک هست که میتواند خسارات عظیمی رو به اسرائیل وارد کنه. در هر منطقه‌ای که حرکت ضد اسرائیلی وجود داشته باشه، جمهوری اسلامی اونجا هست، هزینه میکنه، سازماندهی میکنه، نیرو جمع میکنه. این فعالیت‌هایی است که در این جهت متاسفانه در جریان بوده. اینطور نیست که اینها فقط به حرف اکتفا کنن. بحث من در این برنامه این هست که ابتداءً این دشمنی از کجا نشأت میگیره؟ واقعا اسرائیل چه بر سر ایران آورده که باید اسرائیل به عنوان دشمن در واقع خطرناکی برای ایران در منطقه معرفی بشه و این همه نگرش‌های ضد اسرائیلی در ایران وجود داره؟ که البته خب بخش قابل توجهش هم نگرش‌های ضد یهودی است، یعنی اینطور فقط نیست، محدود نمیشه به مسئله اسرائیلی، نگرش‌های ضد یهودی است. یهودی‌ها واقعا با ایرانی‌ها چه کردن؟ چه بلایی بر سر ایرانی‌ها آوردن که این دشمنی جدی و در واقع التیام ناپذیر میان جمهوری اسلامی و دولت اسرائیل وجود داره؟ بعد در قسمت بعد هم بحث خواهم کرد از اینکه مخاطرات و خطرات و هزینه های این دشمنی چه بوده و چه دستاوردهایی رو برای جامعه ایران داشته. آیا واقعا دشمنی با اسرائیل به نفع مردم ایران بوده یا به ضرر مردم ایران بوده؟ اگر شما به ادبیات مقامات جمهوری اسلامی نگاه بکنید از ابتدای شکلگیری این نظام همراه با همپیمانانشون که گروه های چپ بودند، که البته بخشی از این همپیمانان رو هم اینها سر بریدند، اما خب در نگرش های ضد اسرائیلی و ضد امریکایی اینها با هم مشترک بودند. اگر به اینها نگاه بکنید، چه اسلامگراها و چه چپگراها، مارکسیست ها، اینها یک دوگانه ها، یک نظریه های دوگانه گرایی دارند در دنیا، معتقدند به خیر و شر، یهودیان رو جزء طبقه شر قرار میدند، معتقدند که یهودیان بخشی از امپریالیسمن، بخشی از سرمایه‌داری هستند. اصلا سرمایه‌داری رو در دنیا یهودی‌ها با تئوری‌های توطئه و فراماسونری و نگرش‌های این تیپی معتقدند که دنیا رو اونها دارن می‌گردونن و مسلمانان در سمت مستضعفین و محرومان جهان قرار می‌گیرن، که این عملات دروغ بسیار بزرگی است. امروز بخش قابل توجهی از ثروت دنیا در دست مسلمانان هست با درآمدهای نفتی که دارن و خود مقامات جمهوری اسلامی امروز جزء ثروتمندترین افراد در دنیا هست. آقای خامنه ای خودش یکی از ثروتمندترین افراد در دنیا هست. بحث رو ابتداعا از موضوع خیر و شر و بعد هم ثروت و در واقع فقر شروع میکنن و همه مشکلات دنیا رو، مسائل و رنجهای بشری رو برگردن یهودیان میاندازند. این دیدگاه در اروپا هم وجود داشته برای چند قرن، بسیاری این دیدگاه رو تبلیغ می‌کردن، فاشیست‌ها، کمونیست‌ها از همین مجرا کینه و تنفر و دشمنی با یهودیان رو ایجاد می‌کردن و خب منجر شد در سال‌های جنگ جهانی دوم به کشته شدن میلیون‌ها یهودی و بعد هم مهاجرت میلیون‌ها یهودی به امریکا، به دیگر کشورهای دنیا. این دیدگاه وجود داشته. امروز جمهوری اسلامی و روحانیت هم همیشه با یهودیان مشکل داشته،
چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب، امروز این داستان متوجه اسرائیل شده و تمام مشکلات دنیا رو بر سر اسرائیل و یهودیان خراب میکنن. حتی بخشی از دشمنی هایی که با ایالات متحده دارن در واقع توجیهشون این هست که ایالات متحده سرمایه‌داریش رو یهودیان دارن اداره میکنن، در فرهنگ، در سیاست، در اقتصاد، اینها رو به گردن یهودیان میاندازن، که البته بخش قابل توجهش داستانهای بیهوده و تخیلات هست، اینها هیچ پایی در واقعیت نداره آنچه که اینها ازش سخن میگن. اگر ما به تاریخ روابط میان یهودیان و ایرانیان نگاه بکنیم، در یک تاریخ 3000 ساله در هیچ کجای تاریخ ایران دیده نمیشه که دشمنی میان یهودیان و ایرانیان وجود داشته باشه. یهودیان بخشی از جامعه ایران بودند، در صلح و صفا با ایرانی ها همیشه زندگی کردند، هیچگاه مخاطره‌ای برای ایرانی ها ایجاد نکردند. در دوره‌ای هم که اسرائیل شکل گرفته، دولت ایران دولت اسرائیل رو به رسمیت میشناخت، روابط دوستانه‌ای رژیم پهلوی داشت با اسرائیل، و بعد از انقلاب هم، یعنی بعد از شکلگیری جمهوری اسلامی هم، پایه و در واقع ریشه همه دشمنی ها رو جمهوری اسلامی اساسش رو گذاشته. اسرائیل هیچگاه نگفته که به ایران میخواد حمله کنه، مردم ایران رو میخواد از بین ببره و مشکلی میخواد برای ایران ایجاد کنه. این دشمنی یک طرف است. هیچگاه خطری از جانب اسرائیل متوجه ایران نبوده. در دوره جنگ اتفاقا اسرائیل در یک دوره سلاح‌های اسرائیلی رو به جمهوری اسلامی فروخت برای اینکه کمک کنه به ایران در برابر عراق. ماجرایی که پیش آمد، برخی از افراد در درون حکومت اون رو افشا کردن، علیه گروه‌های دیگر مورد استفاده قرار دادن. من سراغ ندارم در جایی از تاریخ چند هزار ساله میان ایران و یهودیان و بعد هم ایران و اسرائیل که اسرائیل خطری برای ایرانی‌ها ایجاد کرده باشه. این که جمهوری اسلامی خودش رو امروز متکفل مسئله فلسطین میدونه، این که باید از فلسطینی ها باید حمایت کرد، این که اسرائیلی ها فلسطینی ها رو از خونه هاشون بیرون کردن، این یه داستانی است، در واقع تعهدی است، یک مأموریتی است که خود اینها به خودشون دادن. امروز در دنیا 50 کشور با جمعیت با اکثریت مسلمان وجود داره. شما برید در مالزی، در اندونزی، در پاکستان، در بسیاری از کشورها نه دولت‌هاشون و نه اکثریت جمعیتشون چنین مأموریتی برای خودشون نمیشناسن که باید مسئله فلسطینی‌ها رو حل کنن، باید برای فلسطین کشور ایجاد کنن، باید اسرائیلی‌ها رو به دریا بریزن، باید اسرائیل رو نابود کنن. چنین تعهدی رو ما نمیبینیم. حتی در کشورهای عربی هم علارغم اینکه به اسرائیل در دوره‌های حمله کردن، حمله نظامی کردن و شکست خوردن از دولت اسرائیل در سال 1967 و بعد هم صلح کردن، مصر اسرائیل و بعدن اردن با دولت اسرائیل صلح کردن، در میان دولت‌های عربی هم گرچه در برخی از جمعیت‌هاشون، جمعیت‌های اسلامگراشون این دیدگاه وجود داشته که باید اسرائیل رو از میان برد، ولی اینطور نبوده است. دیدگاه گرایش‌های ضد اسرائیلی هم وجود داره، اما این که باید اسرائیل رو، تمام جمعیت اسرائیل رو باید از میان برد و یهودیان رو باید به دریا ریخت، این هم دیدگاهی نیست که در کشورهای، حتی کشورهای عربی و همسایه اسرائیل هم دیدگاه غالب باشه. دولت‌ها عمدتاً تلاششون هست که به صلح برسن، مشکلاتشون رو حل کنن، برخشون کردن، برخشون در جریان هست، با اسرائیل رابطه‌های اقتصادی دارن. اینطور نیست که، این یه دیدگاهی است که خاص از دل اسلامگرایی شیعه بیرون آمده، همراه با برخی از همپیمانانشون مثل حماس که چنین دیدگاه‌هایی رو دارن. حتی گروه حماس هم تنها گروه در میان فلسطینی‌ها نیست، بخشی دیگر از فلسطینی‌ها به دنبال این هستن که کشور خاص خودشون رو داشته باشن و با صلح در کنار اسرائیل زندگی کنن. قرارداد اسلو رو گروه فتح در واقع با اسرائیل امضا کرد. این دیدگاه خاصی هست که جمهوری اسلامی داره این دیدگاه رو به پیش میبره و در واقع مسائل تاریخی رو هم که اینها اشاره میکنن، بخش قابل توجهش مسائل بی بنیان و مسائل بی پایه و اساسی است. حتی شما اگر با
برخی از شهروندان ایرانی صحبت کنید که معتقدن که به فلسطینی ها ظلم شده، اونها رو از خانهشون بیرون کردن، اگه برای اونها توضیح بدید که نه، این کشور کشوری نیست که از ابتدا در اختیار مسلمانان فلسطینی بوده باشه و یهودیان اومدن اینا رو بیرون کردن. ابتداعاً آنچه که امروز ما از اسرائیل میشناسیم مملکت یهودیان بوده. شما برید به تاریخ قبل از اسلام مراجعه کنید، در دوره‌ای که حضرت مسیح مطرح میشه، در اون دوره جمعیتی که این که در این منطقه داشتن زندگی میکردن اکثریتشون یهودیان بودن، یهودیان بودن که در این سرزمین ریشه داشتن، در این سرزمین زندگی کردن. کافی شما برید و عهد عتیق رو مطالعه کنید، میبینید که اینها سرزمین یهودیان بوده. خب بعد مسلمانان میان و نه تنها اسرائیل رو، اسرائیل امروز رو، بلکه بسیار از کشورهای دیگر رو اشغال میکنن، ایران و مصر و دیگر، اینا تاریخش ثبت شده هست. امروز کسی نمیتونه بگه که ایران قبل از اینکه اعراب بیان و ایران رو اشغال کنن ایرانی وجود نداشته. چرا ایرانی وجود داشته؟ اینا اومدن این کشور رو اشغال کردن و همچنان هم به نظر من شیعیان و در واقع کسانی که خودشون رو نوادگان اولاد پیغمبر میدونن، که البته همشون نیستن، بسیاریشون با پول این شجره نامه های سیدی رو برای خودشون خریدن، یا امامزاده ها، بخش قابل توجهشون امامزاده های قلابی هست، اینا امامزاده های واقعی نیست. در ایران چند هزار امامزاده وجود داره که اصولا غیر ممکن هست که همه اینها فرزندان از امام موسی کاظم به بعد باشن، چون قبلش که با اینا به ایران نمی آمدن. بخششون ادعا هست که فرزندان امام موسی کاظم هستن. اون چند امامی که از امام موسی کاظم تا امام 11 هست، اینها نمی توانند چندین هزار فرزند داشته باشن که در سرتاسر ایران اینا پخش شده باشن. اینا داستانهای تاریخی است که درست شده و متاسفانه بخشی از مردم ایران هم این داستانها رو خریدند. ایران یک کشوری بوده است قبل از اینکه عرب حمله کنن. اون منطقه‌ای که حالا فلسطین نامیده میشه، اون منطقه هم قبل از اینکه مسلمان‌ها برن اونجا رو اشغال کنن در دست یهودیان بوده و مردمی اونجا زندگی میکردن که ادعاهای تاریخی دارن، همونطور که امروز بخشی از فلسطینی‌ها ادعاهای تاریخی دارن. این ادعاهای یک طرفه نیست، ادعاهای چند سویه است. تمام این مشکلاتی هم که وجود داره، این ادعاهای تاریخی و این جنگ‌هایی که وجود داره، واقعا سوال اساسی این هست که نقش مردم ایران در این زمینه چیه؟ اینها چرا باید مردم ایران، اگر قرار باشه که مشکلات بقیه نقاط دنیا رو دنبال کنند، خب در یه دوره وایکینگ ها هم به بریتانیای کبیر حمله کردن و بخشی از اون کشور رو اشغال کردن، خب بیان دوباره همون داستانه، یعنی در واقع در سمت بریتانیایی ها قرار بگیرن و شروع کنن حمله به وایکینگ ها که امروز فرزندانشون در کشورهای اسکاندیناوی دارن زندگی میکنن. تاریخ مملو است از اشغال. مگر ایرانی ها خودشون ملتی نبودن که رفتن هند رو اشغال کردن، رفتن مصر رو اشغال کردن، رفتن کشور گشایی میکردن ایرانی ها در دوره امپراتوری؟ اینا کاری است که بسیاری از ملت ها در ملت هایی که تاریخ طولانی دارن این اعمال انجام شده. اینها اختصاصی فقط به یک قوم خاص نداره. اگر قرار باشه که دولت جمهوری اسلامی یا بخشی از شهروندان ایرانی برن به سراغ اینکه چه کسی در تاریخ مورد ظلم قرار گرفته، مظلومان تاریخ بسیارند. چرا باید صرفا این ماجرای فلسطین رو مورد توجه قرار داد؟ مشخص هست که یک برنامه سیاسی خاصی است. اینها به دنبال کشورگشایی هستن، به دنبال این هستن که سلطه داشته باشن در منطقه خاورمیانه و مسئله فلسطین رو ابزار دست خودشون قرار دادن. فلسطین، مسائلی که امروز بین فلسطینی ها و یهودیان در اسرائیل وجود داره، مسئله خود اونهاست. این موضوعی نیست که حالا میشود افراد حق دارن در این موضوع سخن بگن، اما اینکه باید این کشور از بین بره و شما ده ها هزار لبنانی رو بیارین در ایران آموزش نظامی بدید و گروه درست کنید، سالانه صدها میلیون دلار هزینه کنید برای این موضوع، به حماس پول بدید، به حزب الله پول بدید و بعد هم
حزب الله رو تسلیح کنید، بر سر این که ما حزب الله برقرار بمونه، مسیری که اسلحه بهش فرستاده میشه، در ماجرای سوریه دخالت بکنید، صدها هزار سوری رو همراه با بشار اسد و پوتین قصابی کنید که ده ها هزارشون اینا کودک بودن، زن بودن، اینا رو از بین ببرید. اینا همه ماجراهایی است که کاملا به این جریان جاه طلبی و گسترش طلبی روحانیت شیعه مربوط میشه و خسارتهاش هم خسارتهای بسیار بزرگی بوده. به دلیل همین داستان هست، یعنی همین نگرش در واقع جاه طلبانه و گسترش طلبانه هست که امروز بخش قابل توجهی از مسلمانان در ایران، حتی در میان اصلاح طلبان هم این دیدگاه کاملا مشاهده میشه که اینها تنفر عجیب و غریبی نسبت به اسرائیل دارن، تنفری که هیچ پایه و اساسی نداره. اتفاقا بهترین همپیمان جمهوری اسلامی، بهترین همپیمان ایران و نه جمهوری اسلامی، بهترین همپیمان ایران در منطقه خاورمیانه دولت اسرائیل هست و یهودیان هستن و نه اعراب، چون مشکلاتی که اینها با اعراب دارن مشکلات عمیق‌تری است تا مشکلاتی که با یهودیان و کشور اسرائیل هست. خیلی برای من جالب هست که اصلاح طلبان مذهبی، حتی اونهایی که با حکومت جمهوری اسلامی خورده برده دارن، مشکل دارن، با خامنه‌ای مشکل دارن، اینها حاضر هستن در کنفرانس‌هایی در کنار مقامات جمهوری اسلامی بشینن، کسانی که مردم خودشون رو، مردم سوریه رو قصابی کردن، اما حاضر نیستن در کنار یک اسرائیلی و یک یهودی در یک کنفرانسی بنشینند. ببینید این تنفر تا چه حد تنفر نسبتاً عمیقی هست و به ادبیات اینها، ادبیات جمهوری اسلامی در رسانه‌ها، در دستگاه تبلیغاتی نگاه بکنید، ببینید چه تنفر عجیب و غریبی نسبت به اسرائیل در اینها وجود داره. در جریان برخی بمبگذاری ها، در فعالیت های تروریستی، بعضا کودکان یهودی کشته میشن. گزارشی که روزنامه کیهان و دیگر رسانه های داخل کشور میدن، کودک مثلا چند ساله، دو ساله، چند ماهه رو گزارش میدن که چند صهیونیست کشته شد. کودک دو ساله، سه ساله، کجاش میشه او رو برش عنوان ایدئولوژیک اطلاق کرد و بعد توجیه کرد کشته شدن اونها رو. و بعد هم در ادبیات در دستگاه تبلیغاتی تبلیغ کرد که رژیم اسرائیل یک رژیم کودک کش است، در حالی که فلسطینی‌ها هستن که میان موشک‌هاشون رو، انبارهای تسلیحاتیشون رو در مدارس می‌ذارن، در بیمارستان‌ها می‌ذارن. خب طبعاً وقتی که از یک مدرسه موشکی فرستاده میشه، اون دولت متقابل هم، طرف مقابل جنگ هم به اون نقطه حمله میکنه. اینا مسئولیتاش عمدتاً بر گردن فلسطینی هاست. بچه هاشون رو از ابتدا با تنفر نسبت به یهودیان بزرگ میکنن. یک کودک فلسطینی میاد با سنگ به سرباز اسرائیلی حمله میکنه و بعد هم این اسلامگراها، چه در امریکا چه در جاهای دیگر، میان و از اینها حمایت میکنن، که در واقع کار بسیار زشتی هست. کودکان رو اصولا در هر طرف، هر طرفی که در جنگ از کودکان استفاده بکنه، این در واقع جنایت هست. هیچ طرفی مشروع نیست که در اختلافات، در نزاع‌ها بیاد و کودکان رو مورد، کودکان، مدرسه ها، بیمارستان ها. جنگ هم قاعده ای داره و معمولا فلسطینی ها، حزب الله لبنان، اینایی که با اسرائیل دشمنی های دیرینه دارن، اینها قواعد جنگ رو رعایت نمی کنن. اینا داستانی است که وجود داشته، منتها اخبارش در ایران به گونه دیگر در اختیار مردم ایران قرار میگیره، برای اینکه این تخم تنفر و خشونت و دشمنی رو همچنان اینها زنده نگه دارن با اهداف سیاسی. هیچ هدف دیگری نداره. عرض کردم خدمتتون که در تاریخ، حتی در تاریخ معاصر، ما در هیچ نقطه‌ای سراغ نداریم که یهودیان و دولت اسرائیل علیه منافع ملی ایرانی ها عمل کرده باشند و خصومتی که امروز وجود داره، این خصومت عمدتاً از سوی جمهوری اسلامی است. شما بیایید مقایسه کنید اسرائیل رو با دیگر دولت هایی که امروز در منطقه خاورمیانه هستند. در اسرائیل شما آزادترین مطبوعات دنیا رو در اسرائیل دارید. بسیاری از مسائلی رو که اینها نقل میکنن به عنوان نقض حقوق بشر در اسرائیل، اینها مطالبی است که از مطبوعات و رسانه‌های اسرائیلی نقل می‌کنند.
در اسرائیل سازمان های حقوق بشری همه دفتر دارن، فعال هستن. خب اگر در یک مواردی دروغ بگن، که طبعا هم در برخی موارد اونایی که گرایش های به سمت جمهوری اسلامی یا به سمت فلسطینی ها دارن، خب دروغ پردازی هم میکنن، درش شکی نیست. خب اسرائیل با اینها برخورد میکنه، اما به طور کلی آزادی وجود داره، چه در رسانه ها و چه در نهادهای مدنی که در اسرائیل فعالیت کنن، آزادی که اصولا در جمهوری اسلامی وجود نداره. شما ببینید شبکه های خبری جمهوری اسلامی مثل العالم، اینها در اسرائیل خبرنگار دارن. تصور نمیشه کرد که یک اسرائیلی بتواند در ایران خبرنگار یک رسانه اسرائیلی باشه. امکان نداره که این رو بگذارن اونجا فعالیت بکنه، او رو میگیرن به عنوان جاسوس اعدام میکنن. اما شبکه های خبری جمهوری اسلامی در خاک اسرائیل خبرنگار دارن. خب اینا نشون میده که وضعیت به چه قراری هست. و این داستانهایی که در مورد اسرائیل میگن، بخش قابل توجهش داستانهای دروغی است و مسائل رو اصولا به شکل دیگری اینها وانمود میکنند. ببینید ایران از سوی هیچ دولتی در دنیا، چه دولت امریکا و چه دولت اسرائیل، هیچگاه تهدید به نابودی نشده. اما مدام مقامات جمهوری اسلامی اسرائیل رو به نابودی تهدید میکنن. به همین دلیل هم هست که اسرائیل و دوستان اسرائیل در غرب نگران هستن از نسبت به برنامه اتمی جمهوری اسلامی و دیگر فعالیت های جمهوری اسلامی، مثل برنامه موشکی جمهوری اسلامی. کشوری که یک کشور دیگر رو تهدید میکنه به نابودی، طبعا زیر ذره‌بین قرار میگیره. تأسیسات یا سلاح‌های کشتار جمعی که امروز در اختیار جمهوری اسلامی هست، اینها اصولاً جنبه دفاعی نداره. اگر جنبه دفاعی داشت، اینها نمی‌آمدن یک کشوری رو، کشور دیگری رو تهدید به نابودی کنن. اینها کارهایی است که شما در سبک سنگین کنید، در کنار هم قرار بدید، خواهید دید که جمهوری اسلامی چه نقشی داره در این دشمنی‌ها و اسرائیل چه نقشی در این دشمنی ها داره. برید به سراغ مسئله مثلا دموکراسی. در ایران اصولا دموکراسی وجود نداره، اما در اسرائیل اعراب حتی در پارلمان اسرائیل حضور دارن، اعرابی که شهروند اسرائیل هستن. آیا امکانش هست که شما تصور بکنید که در یک دولت شیعی تحت حاکمیت ولایت فقیه یهودیان بیان به راحتی شرکت کنن در انتخابات و مسلمانان بتونن اونها رأی بدن؟ یک نماینده یهودی‌ها دارن، اون نماینده را هم وزارت اطلاعات معمولا انتخاب میکنه و عرضه میکنن به یهودیان که با او بیعت کنن. اینطور نیست که اون فرد نماینده منافع یهودیان در مجلس باشه. حتی جالب هست، در جمهوری اسلامی حتی بنیانگذاران جمهوری اسلامی مثل آقای منتظری، مثل آقای هاشمی رفسنجانی، مثل آقای کروبی، خاتمی، موسوی، اینها همه از ابتدایی ترین حقوقشون برای سالها محروم بودن. شما چنین تصوری رو اصولا در اسرائیل نمیتونید، تصور کنید چنین چیزی رو که بنیانگذارانش محروم بوده باشن از ابتدایی ترین حقوقشون. به سراغ بعض قانون برید در اسرائیل، یکی از کشورهایی است که کاملا حاکمیت قانون درش وجود داره. دادگاه های اسرائیلی دادگاه های مستقلی هستند، در برخی موارد به نفع فلسطینی ها حکم دادن و در مواردی از اون فلسطینی ها اصولا میرن به سراغ دادگاه های اسرائیل برای اینکه احقاق حق کنن، در حالی که در ایران اصولا قوه قضایی ابزار دستگاه های امنیتی و دستگاه های نظامی هستند، ابزار بیت رهبری هستند. کسی اصولا نمیتواند باور کند که در جمهوری اسلامی دستگاه قضایی یک دستگاه مستقلی هست. در باب بحث، این نکته رو هم در پایان این بحث، در پایان همین قسمت اول که در واقع بحث هم هست که ریشه این دشمنی ها در واقع بی اساس هست، چه شما نگاه حقوق بشری داشته باشید، چه نگرش تاریخی داشته باشید، چه نگاه سیاسی داشته باشید، اصولا این دشمنی ها دشمنی های بیهوده ای هست. آنچه که در مورد اسرائیل گفته میشه و اینکه خوی تجاوزگری در میان اسرائیلی ها وجود داره، به کشور
کشوری که به اونها تعلق داشته بسیاریشون برگشتن، حالا اروپایی بودن در یه دوره مجبور شدن به مهاجرت کنن به اروپا، بعد به کشور خودشون برگشتن. من معتقد نیستم که باید اسرائیلی‌ها فلسطینی‌ها رو بکشن یا فلسطینی‌ها اسرائیلی‌ها رو بکشن، معتقد هستم اینا باید با هم کنار بیان. اما ادعای این که این کشور اشغال شده از سوی اسرائیلی‌ها یهودی‌ها ادعای بی پایه و اساسی است، بلخص از سوی ایرانی‌ها. ایرانی‌ها کافی است که یک کمکی به خودشون نگاه بکنن، خواهند دید که در گذشته تاریخی خودشون اونها به بسیاری از کشورها رفتن، گسترش طلبی کردن، بسیاری از اقوام رو تحت حکومت خودشون غارت کردن. ایرانی‌ها به هند حمله کردن و جواهرات اون کشور رو غارت کردن. یک کمکی هم بد نیست ما به خودمون نگاه بکنیم. حالا من این حرفا رو که میزنم ممکن هست برخی از کسانی که خوی ملی‌گرایی درشون خیلی قوی هست ناراحت بشن، عصبانی بشن از این حرفا، ولی اینها واقعیت‌های تاریخی است. باید ما به گذشته خودمون با واقع بینی نگاه کنیم. اینطور نیست که ایرانی ها همیشه ملتی بودن صلح دوست، ایرانی ها همیشه حقوق دیگر ملل و اقوام رو به رسمیت شناختن. اینطور نبوده. آقا محمد خان قاجار از یک منطقه به یک منطقه دیگه حمله میکرد و از سر آدم و سری که بریده میشد کوه میساخت. اینها در تاریخ ایران وجود داره، اینها رو نمیشود فراموش کرد. ما ملتی بودیم، فرهنگ داشتیم، ادبیات داشتیم، موسیقی داشتیم، بسیاری از این نکاتی که مثبت هست در تاریخ، دانشگاه داشتیم، همه اینا بوده. از اون طرف هم تجاوزگری، خوی تجاوز، غارتگری، اینها هم در میان مردم ما وجود داشته. اینطور نبوده که نادر افرادی رو که جمع کرد برای اینکه به هند حمله کنه اینها رو همه رو از کشورهای دیگه جمع نکرده بود. اینا ایرانی بودن، تحت حکومت آقای، تحت فرماندهی آقای نادر حمله کردن به هند. و معمولا یک لشکری هم که به یک جای دیگه حمله میکنه اینطور نیست که همه اون مردم ساکت در برابرش بنشینن، میان دفاع میکنن از مملکتشون. جنگ دیگه، در جنگ آدم کشته میشه از هر دو طرف. یک کمکی هم خوبه که مردم ایران وقتی میخوان ملت‌های دیگر رو محکوم کنن، وقتی میخوان تنفر نسبت به ملت‌های دیگر رو ایجاد کنن، برش بیافزایند و این تنفر رو دامن بزنن، در مواردی هم خوب هست که ما به گذشته‌های تاریخی خودمون فقط به جنبه‌های مثبت نگاه نکنیم، به جنبه‌های منفی خودمون هم نگاه بکنیم. اون وقت با یه دیدگاه واقع بینانه‌تر میتوانیم به ملت‌های دیگر و به تاریخ ملت‌های دیگر نگاه بکنیم. بریم به سراغ بخش دوم بحث که در واقع کنکاش در این موضوع هست که واقعا دشمنی با اسرائیل آیا به نفع امنیت و منافع ملی ایران و رفاه و سعادت جامعه ایران بوده یا واقعا خسارت بوده. مقامات جمهوری اسلامی ادعا میکنن که دشمنی با اسرائیل و تلاش برای از میان بردن اسرائیل، کمک به حماس، کمک به حزب الله، همه اینها در راستای منافع ملی ایران بوده و اینها باعث شده که مردم ایران منفعت بیشتری ببرن در دنیا، سربلند باشن که از یک قوم مظلوم دفاع کردن، متحدانی پیدا کنن، کسانی که طرفدار فلسطین هستن با ایران متحد بشن، دوستان بیشتری پیدا کنن. اینا ادعاهایی است که معمولا مقامات جمهوری اسلامی دارن و بر اساس همین ادعاها معتقدن مرزهای نفوذ جمهوری اسلامی باید در کنار اسرائیل قرار بگیره، در سوریه، در لبنان و در تمام کشورهای عربی. در مصر هم این تلاش رو کردن، البته خب موفق نشدن که با مصر رابطه برقرار کنن. در اردن هم چنین تلاش‌هایی بوده، اما دولت اردن متوجه هست که جمهوری اسلامی به دنبال چی هست و اینها رو دستشون رو بسته از اینکه باشن اونجا و نفوذ خودشون در منطقه بس بدن. ولی واقعیت داستان این نیست. واقعیت داستان این هست که مردم ایران و کشور ایران از دشمنی با اسرائیل واقعا هیچ بهره و منفعتی نبردن. یک به یک ببینیم که واقعا این خسارات چه بوده. مهمترین خسارت دشمنی با اسرائیل تهدیدهای امنیتی است، به دلیل اینکه جمهوری اسلامی ادعاش این هست که میخواد اسرائیل رو از میان ببره،
تمام کشورهای غربی، بالاخص اتحادیه اروپا و بالاخص ایالات متحده، به جمهوری اسلامی به عنوان یک تهدید منطقه‌ای نگاه میکنن. نمیشود کشوری ادعا بکنه که میخواد یک کشور دیگر رو از میان ببره و بعد به اون کشور به عنوان یک کشور صلح دوست نگاه بکنن. این کارهایی که وزارت خارجه جمهوری اسلامی انجام میده یا حرفایی که آقای روحانی یا آقای خاتمی در یه دورهایی میزدن، اینا بیشتر به لطیفه و جوک شبیه هست. وقتی رهبر جمهوری اسلامی میگه که آقا اسرائیل باید از بین بره و اینها همه تلاششون رو دارن میکنن، خیلی صریح آقای خامنه ای گفته که ما هر اقدامی برای از میان بردن اسرائیل که باشه انجام میدیم. اینا رو صریح گفته ایشون، حرفای روشن خود ایشون هست. بعد اون مقامات دیگه بیان بگن آقا ما ملت صلح دوستی هستیم، خب کسی این حرف رو باور نمیکنه. شما از یک طرف بگید آقا من این همسایه که دارم، این همسایه رو تو سرش رو نبرم راحت نمیشم، این خشم و غضب و تنفرم آرام نمیگیره تا سر این همسایه رو بی نبرم یا خونه‌شو منفجر نکنم. بعد خب انتظار داشته باشید که بقیه همسایه‌ها به شما به عنوان یک همسایه صلح دوست و مسالمت جو نگاه بکنه، این بیشتر شبیه به طنز و در واقع لطیفه گویی شباهت پیدا میکنه. جمهوری اسلامی به دلیل نوع برخوردش با اسرائیل برای کشور ایران به نظر من یک تهدید امنیتی درست کرده. حالا ماجرای برنامه اتمی جمهوری اسلامی اگر به همون شکل ادامه پیدا میکرد، طبعا ممکن بود در منطقه به جنگ بیانجامه و این فعلا داستان برجام یک چیز هست، یک اینجا میگن بند اید، یک پانسمان خیلی کوچیکی روی این زخم. این زخم همچنان وجود داره، چون جمهوری اسلامی، چون برجام تأسیسات اتمی رو، برنامه اتمی رو از جمهوری اسلامی نمیگیره، یه دوره کوتاهی داره، دورش 10 ساله هست این توافق. بعد از 10 سال جمهوری اسلامی خیلی کارا میتونه انجام بده و بعد هم فقط تسلیحاتی شدن این برنامه رو به تأخیر انداخته. یعنی اگر امروز جمهوری اسلامی از برجام خارج بشه، تا حدود 6 ماه تا 1 سال میتونه بمب اتمی داشته باشه. این برجام این زمان رو بیشتر کرده. قبلش تصور میشد که جمهوری اسلامی بتونه مثلا بین 2 هفته تا 1 ماه به این هدف برسه. برجام این رو یک کمکی در واقع زخمیست بر این، پانسمانیست بر این زخم، ولی زخمه وجود داره. زخمه این هست که یک کشوری در دنیا به دنبال این هست که یک کشور دیگر رو نابود کنه و برای این نابودی، این فقط هم به حرف ختم نمیشه، اقدام میکنه. طبعا تمام کشورهای دنیا به این کشور به عنوان یک کشور یاغی نگاه میکنن. اگر فرصتی پیدا کنن، اگر شرایطی پیدا کنن، تلاش میکنن که از این رژیم خلاصی پیدا کنن. یه چیز روشنی است، یک همسایه‌ای که کارش این هست که همسایه دیگرش رو تهدید بکنه، در اون همسایگی کسی نمیخواد که این همسایه اینجا باشه، به دنبال هستن که این همسایه از اینجا بره. جمهوری اسلامی هم یک خطر هست، یک تهدید هست برای منطقه خاورمیانه و این البته فقط هم علیه اسرائیل نیست، تمام کشورهای عربی رو همین‌ها به دنبال این هستن که رژیم‌هاش رو عوض کنن و رژیم‌های در واقع عروسک خودشون رو تو اون منطقه داشته باشن. برای همین نگاه به جمهوری اسلامی یک نگاه تهدیدآمیز هست و این تهدید فقط هم متوجه به مقامات نیست. اگر روزی احساس کنن دولت‌های غربی یا اسرائیل که جمهوری اسلامی برنامه اتمی خودش رو داره پیش میبره برای تسلیحاتی کردن، طبعا حمله میکنن و در این حمله فقط تأسیسات اتمی نیست که مورد خطر واقع میشه، شهروندان ایرانی، زندگیشون، پل‌ها، نمیدونم نیروگاه‌ها، جاده‌ها، اینها از میان خواهد رفت. یعنی جمهوری اسلامی با دشمنی با اسرائیل و ادعای از میان بردن اسرائیل برای ایران یک تهدید امنیتی بلند مدت ایجاد کرده. دستاورد دیگر این داستان ضد اسرائیلی این هست که سالانه میلیاردها دلار از درآمدهای نفتی ایران صرف دشمنی با اسرائیل میشه. شما امروز ببینید در یمن، در عراق، در سوریه و در لبنان که همه اینها رو حضور جمهوری اسلامی تو همه این مناطق با توجیهات ضد اسرائیلی هست. وگرنه اگر اینها نمیخواستن در همسایگی اسرائیل باشند، چرا باید به رژیم بشار اسد کمک کنن که رژیم بشار اسد باقی بمونه؟
میخوان در منطقه نفوذ داشته باشن که سلاح به حزب الله برسونن. چرا باید ده ها هزار موشک که پولش رو اینها از کره شمالی میخرن در ایران که تولیدات صنعتی صورت نمیگیره؟ اینکه ما خودمون تولید میکنیم، اینا همه داستان هایی است که برای مردمی که واقعا آشنا نیستند میگن. بسیجی ها اینها نه تخصصش رو دارن نه امکاناتش رو دارن. اصولا در ایران ظرفیتی برای صنعت وجود نداره. تولید اتومبیل، تولیدات دیگه همه مونتاژ هست، قطعاتش از جای دیگه دنیا میاد، موادش از جای دیگه دنیا میاد و اونجا اینها در کنار هم قرار میگیره. اصولا ایران کشور صنعتی نیست که برنامه اتمی در اونجا داشته باشه یا برنامه موشکی در اونجا داشته باشه. اینا رو از جای دیگه دنیا میخرن با پول نفت و میدن به حزب الله، میدن امروز به حوثی های یمن، میدن هر جایی که احساس بکنن که میتوانن کاری انجام بدن، آتشی بیافروزن، این امکانات رو در اختیار اونها قرار میدن. تمام اینها سالانه چند میلیارد دلار. در مورد جنگ سوریه تخمین ها این هست که سالانه حدود 6 میلیارد دلار جمهوری اسلامی در سوریه داره هزینه میکنه. در مورد حزب الله لبنان سالانه صدها میلیون دلار هست. امروز در یمن فکر نکنید یمنی ها به جای متکی نیستن. عمده منابعشون، تسلیحات جنگیشون، امکاناتی که بهشون داده میشه برای تو مناطقی که نفوذ دارن، برای اینکه اون کشور رو اداره کنن. یمن کشور بسیار فقیری است. منابعی که به حوثی ها داده میشه اینا عمدتاً منابع جمهوری اسلامی است. از جای دیگری اینها کمک نمیگیرن که بخوام اونجا رو اداره کنن و بخش قابل توجهی از کشاورزی و فعالیت دیگرشون هم خابیده. جنگ همه چیز رو مختل میکنه و هزینه ها رو بالا میبره. این هزینه ها رو دارن از جیب مردم ایران میپردازن. به خاطر دشمنی با اسرائیل، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی میخواد در مرز با اسرائیل باشه، نیروهاش نزدیک با اسرائیل باشن، به خاطر دشمنی جمهوری اسلامی با کشورهای عربی که نمیخوان با اسرائیل جنگ کنن مثل عربستان، میخواد برای اونها مشکل ایجاد بکنه، سالانه چندین میلیارد دلار داره هزینه میشه، در حالی که مردم ایران 15 میلیون نفرشون در فقر مطلق زندگی میکنن، یعنی حتی از ابتدایی ترین وسایل زندگی برخوردار نیستن. چیزی حدود دو سومشون هم در زیر خط فقر نسبی هستن که امروز برای یک خانواده 4 نفره در ایران چیزی در حدود 2.5 تا 3 میلیون تومان هست. کسی زیر این درآمد داشته باشه در فقر نسبی داره زندگی میکنه که چیزی در حدود دو سوم مردم ایران در چنین شرایطی هستن. منابعشون داره جای دیگری مصرف میشه. خب و اما بریم به سراغ بحث روابط بین الملل و دیپلماسی. دشمنی با اسرائیل باعث شده است که کسی در دنیا به جمهوری اسلامی، اصلا به کشور ایران، به مردم ایران به شکل یک بخشی از یک عضوی از جامعه بین الملل نگاه نکنه. خب بخش قابل توجهی از حمایت جمهوری اسلامی از گروه‌های تروریستی، حمایت از گروه‌هایی است که علیه اسرائیل فعالیت می‌کنند. شما این دشمنی با اسرائیل رو کنار بگذارید، بخش قابل توجهی از مسائل مربوط به تروریسم که پای ایران درش درگیر هست، پای جمهوری اسلامی درش درگیر هست، اینها به کنار میره. امروز اگر گذرنامه ایرانی اعتباری نداره در دنیا، اگر در دنیا به ایران به طور کلی، چون خیلی از کشورها نمیتونن تفکیک کنن بین رفتار دولت و جامعه ایران، اگر به ایران و ایرانی به شکل منفی نگاه میکنن و اون رو جزئی از اونها رو جزئی از جامعه بین الملل نمیدونن، خب بخش قابل توجهش ناشی از همین دشمنی بیخاصیت و دشمنی بیمبنا و بیپای اساس با اسرائیل هست. تا زمانی که این خصومت وجود داره، این خصومت بیپای و اساس و این تنفر، امکان نداره که جمهوری اسلامی و ایران به عنوان یک عضو قابل احترام در مجامع بین المللی مورد توجه قرار بگیره. ممکن هست در یه دوره معامله کنن به دلایل اقتصادی یا برای اینکه تنش رو کم کنن رفت و آمدهایی با ایران داشته باشن مثل برخی از کشورهای اروپایی. اینها ممکن هست. اما تمام کسانی هم که میرن به ایران سفر میکنن و برمیگردن، مقامات دیپلماتیک کشورهای دیگه، همه اونها وقتی باشون صحبت کنید به شما خواهند گفت که ایران نمیتواند یک عضو قابل اعتماد در جامعه بین المللی باشه، به دلیل اینکه میخواهد یک کشور دیگری رو نابود کنه، به دلیل اینکه تلاشش متوجه به نابود کردن یک کشور دیگر هست. اسرائیل امروز یک بخشیست، یک عضویست از جامعه بین الملل.
ممکن است کشورهایی به رفتار اون انتقاد داشته باشد، ولی یه بخشی است از یک عضوی است از جامعه بین الملل. نمی شود که یک کشوری بخواد کشور دیگری رو نابود کنه و اون رو به عنوان یک عضو قابل احترام در جامعه بین المللی دیگران بپذیرند. حالا حتی اگر فعالیت تروریستی هم نداشته باشه، که البته جمهوری اسلامی همه جا علیه اسرائیلی ها فعالیت تروریستی داشته، در آمیا در آرژانتین بمبگذاری کردند، در سفارت اسرائیل در آرژانتین بمبگذاری کردند، رد پای مقامات جمهوری اسلامی در تمام این بمبگذاری ها هست، در بسیاری از کشورها به دیپلمات های اسرائیلی حمله کردند، در یک دوره در هند، در تایلند، در خیلی از کشورها چنین کارهایی رو انجام دادن و گروه های تروریستی که هدفشون نابودی اسرائیل هست، همه اینها از سوی جمهوری اسلامی حمایت میشن. جهاد اسلامی، حماس، حزب الله لبنان و گروه های دیگر، اینا همه مورد حمایت جمهوری اسلامی، حمایت تدارکاتی، حمایت مالی، حمایت تسلیحاتی هستند. و این داستان هست که احترام نسبت به ایران و ایرانی رو در دنیا کم میکنه. چرا باید وقتی که شهروندان چند کشور رو آقای ترامپ میخواد ممنوع کنه از اینکه به ایالات متحده بیان، ایران هم در میان اونها وجود داره؟ یکی از علل اصلیش همین دشمنی و خصومت با اسرائیل هست و حمایت از گروه های تروریستی هست. کدام کشوری میتواند چشمشو ببنده بگه نه مردم ایران همه، نه مردم ایران بخش قابل توجهشون تروریست نیستن، اما یک بخش هستن که واقعا تروریستن، در با سپاه کار میکنن، با نیروهای امنیتی کار میکنن و از تروریست ها حمایت میکنن، تلاش میکنن هسته های تروریستی در کشورهای دیگه ایجاد کنن. اینها رو گفتن فرماندهان سپاه در بسیار از موارد، گفتن که تلاش میکنن در امریکا، در اروپا و اصلا از این تهدیدات استفاده میکنن که ما هسته های تروریستی داریم، اینا رو حمایت میکنیم برای که تهدید کنن دولت های اروپایی رو. خب کدام کشور هست که چشمشو ببنده؟ طبعا وقتی میخوان محدودیت ایجاد کنن و کشورشون رو امن کنن، در کنار سومالی و سوریه و لیبی و اینها، ایران رو هم میگذارن. خیلی طبیعی است، به دلیل که دولتش که شامل هست بر شهروندان ایرانی، این دولت از کره مریخ نیومده، اونا شهروندان ایرانی هستند، اونایی که در این دولت هستند، در سپاه هستند، در سپاه قدس هستند، دارن فعالیت میکنن. اینها فعالیت های تروریستی دارن، کسی نمیتونه چشمشو بر اینها ببنده. و مشکل دیگری که به نظر من یک مشکل جدی است و در دوره جنبش سبز خودش رو نشون داد، حضور برخی از نیروهای حزب الله بود برای سرکوب مردم ایران. امروز جمهوری اسلامی یک خط مقاومت درست کرده. این خط مقاومت در واقع عنوان پاکیزه‌ای هست، عنوان خوشگلی هست برای اینکه گروه‌های چپ رو هم در دنیا با خودش همراه کنه برای فعالیت‌های تروریستی جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی مجموعه‌ای از گروه‌های همپیمان برای خودش درست کرده. شیعیان افغانی رو میارن، اینها تحت عنوان تیپ فاطمیون آموزش نظامی میدن، به سوریه میفرستن. شیعیان پاکستانی رو به عنوان تیپ زینبیون میارن، آموزش نظامی میدن، به سوریه میفرستن. در لبنان، در سوریه، در یمن نیروهای بحرینی، نیروهای سعودی که اینها که میخوان فعالیت نظامی کنن علی دولت هاشون، اینا همه در ایران میرن آموزش میبینن، امکانات بهشون داده میشه. جمهوری اسلامی به عنوان یک حکومت فرقه‌گرا مجموعه ای از این نیروها رو داره تربیت میکنه، در کنار اونها هست و ابایی هم نداره. در یه دوره مخفی میکردن آموزش نظامی شیعیان افغانی و شیعیان پاکستانی رو، ولی سالهاست، دو سه سالیست که پنهان نمیکنن، کشته‌هاشون رو میارن خاک میکنن، خانواده هاشون رو اونان شهروند ایرانی میپذیرن، میرن باهای خامنه ای حتی دیدار میکنن خانواده های این کشته شده های افغانی در سوریه، دیگه ابایی هم ندارن. یک در واقع نظام تروریستی با نیروهای بین المللی درست کردن. میگن داعش یک گروه تروریستی است با عضوگیری از مسلمانان در همه جای دنیا. جمهوری اسلامی هم تقریبا در این زمین مثل بقیه زمینه ها کاملا مثل داعش داره عمل میکنه و چنین پتانسیلی رو داره. طبعا اگر روزی مردم ایران به پا بخیزن
و بخواهند در مقابل این حکومت بایستن، تمام این همپیمانانی که دارن امروز ارتضاب میشن از جمهوری اسلامی و امکانات جمهوری اسلامی بهشون میده، همه اینها در کنار این نظام قرار خواهند گرفت. مطمئن باشید که اگر روزی این رو من به عنوان اینکه مردم رو از قیام، از حرکتی علیه حکومت بترسانم به این عنوان نمیگم، اینا واقع بینیست و باید این به این واقعیت ها توجه کرد که جمهوری اسلامی اگر روزی احساس بکنه که به تنهایی نمیتواند مردم ایران رو سرکوب کنه، شما مطمئن باشید که از نیروهای حزب الله، شیعیان افغانی، شیعیان پاکستانی، شیعیان یمنی، همه اینها در ایران خواهند اومد و در کنار نیروهای سپاه قدس، سپاه پاسداران، بسیج به کشتار مردم دست خواهند زد. این هم یکی دیگر از در واقع دستاوردهای جمهوری اسلامی است که دستاوردهای ضد اسرائیلی جمهوری اسلامی است که در واقع زمینه رو فراهم کرده برای اینکه جمهوری اسلامی یک در واقع ائتلاف بین المللی تروریستی درست بکنه در کنار خودش، و این در واقع تمام آرمان‌ها و ایده‌های بلند پروازانه‌ای رو که برخی از ایرانی‌ها دارن برای دموکراسی، برای رفاه، برای امنیت، برای توسعه، جمهوری اسلامی تمام زمینه‌ها رو فراهم کرده برای اینکه اینها رو از بین ببره و چشم‌اندازش رو بسیار تاریک بکنه. یک بخشش با فعالیت‌های ضد آمریکایی، دستاوردی که در برنامه اول در موردش صحبت کردم، بخشش با شق شق کردن مردم، با پراکندن مردم و ایجاد اختلاف در میان مردم، و بخشش هم با درست کردن یک ائتلاف تروریستی شیعی در منطقه خاورمیانه که این هم تهدید هست برای کشورهای همسایه ایران و هم تهدید هست برای خود مردم ایران که اینها نیروهایی هستند که روزی روزگاری خواهند آمد به خیابان. فقط نیروهای بسیج و سپاه نخواهند بود که در خیابان مردم رو به گلوله خواهند بست. از این به بعد شیعیان افغانی که آموزش نظامی دیدن، شیعیان پاکستانی، شیعیان یمنی، شیعیان عراقی و شیعیان لبنانی و نیروهایی که در سوریه اینها آموزش دیدن، اینها همه میتونن در کنار جمهوری اسلامی قرار بگیرن و یک خطر عمده برای مردم ایران باشند. خلاصه بحث این که رفتار ضد اسرائیلی جمهوری اسلامی غیر از خسارت، غیر از خسران برای جامعه ایران تا کنون هیچی نداشته، در آینده هم خسارت‌های بزرگی رو مردم ایران باید در انتظارش باشن، هم از حیث رفاه، هم از حیث توسعه، هم از حیث روابط بین الملل، هم از حیث اعتبار بین المللی، هم از حیث آزادی، دموکراسی، هر چیزی رو که تصورش بکنید که مردم ایران میخواهند از اونها برخوردار بشند، این رفتارهای ضد اسرائیلی کاملا در خلاف جهت داره حرکت میکنه. من همچنان از دوستان و مخاطبان این برنامه تقاضا دارم که نظرات خودشون رو، انتقادات و پیشنهادات خودشون رو برای من و مسئولان تلویزیون بفرستن. حتما ما از نظرات شما استفاده میکنیم، تلاش میکنیم که این برنامه رو بهبود کیفیت بدیم و بتونیم همچنان در خدمت شما دوستان باشیم. تا هفته آینده که در برنامه دیگر در خدمتون خواهم بود، روزها و شبهای خوشی رو برای همه شما آرزو میکنم.